این جانب زید الله قیومی یک تن از فرماندهان جهادی باشنده اصلی شهر کابل ناحیه هشتم متولد 1344. دوران کمونیستات اما طور که شما فرمودین یک سیستم تکذیبی بود، سیستم خفقان، همه مردم از اینا ناراض بودن با وجود که دولت هر قدر فشار سر مردم آورد اما از مقاومت مردم کاسته نشد، برعکس مردم مقاومتشون بیشتر شد و در برابر نظام کمونیستی از تمام هست و بود خود مردم گذاشتن به خاطر احیای کلمت الله. در سال 1368 تقریبا هفت ماه یازدهم بود، من همراه دوستان ملاقات داشتم، ما وارد شهر کابل شده بودیم دمی ما مروزا، ما میخواستیم که با دوستان یک مقدار جمع جماعت داشتیم، اینا در داخل شهر کابل بودن، با اینا ببینیم، ملاقات داشتیم، جلسه داشتیم به خاطر برنامه بعدی خود. من خانه یکی از این دوستای خود بودم، اونجا اس کردم که ما در این خانه محاصره شدیم. از خانه زمانی که من بیرو بن آمدم واقعی پل سرخ کارتیسی بود که اطراف خانه محاصره است. من کوشش کردم فرار کنم اما چون که خادستا زیاد اطراف خانه را گرفته بودن من فرار کردن ندنست و من را از اونجا دزگیر کردن. من را که دزگیر کردن بردن راستن در ریاست خاد کابل واقع بیمارو که فعلا هم ساختمان ها وجود داره. 14 شبانه روز مرا استاد کردن عقب دروازه، کمپل دستر ما در یک خانه تاریکی خانه بود و با ما حرف نمی زدن. 14 شبانه روز بعد مرا خواستن گفتن بیا از کجا هستی، چی میکنی، چطور آمدی؟ دیگه باز ما گفتیم که ما آمدیم خانه خود کدام اینجا دوستا بود. بالاخره اونا ثبوتایی که سر ما داشتن در داخل ما، نفوسیایی که داشتن، یک مقدار اسناد جمع کرده بودن علی ما و این زمینه تحقیقاتشان شروع شد. هفت ماه من در تحقیق ماندم، اتاقای تاریک بود، یک بجه شب اینا بر تحقیق هفته سه بار چهار بار ما رو میخواستن، از یک بجه تا چهار صبح تقریبا از ما تحقیق میکدن، پرسان میکدن، اضافه گویی میکدن و ما رو مجبور میساختن که ما چیزای بگویم. فشارهای روانی میدادن، فشارهای مثلا شکنجه های گوناگون بودن، حتی منقل زمین است داغ میکدن، همونجا کوشش میکردن که ما رو سر منقل بشانن. بگه فشارهایی که بیدار خوی خوب بود، به هر صورت یک مقدار همونجا لط و کوب و برق دادن و فریمان بود. بگه به خاطر میخواستن که اینا تحقیقات از هر کس یک چیزایی رو جور کنن تا کورو به اعدام برابر کنن. دیگه باید بالاخره ما رو همونجا هفت ماه دو اتاق نگاه کنن، بعد از هفت ماه تحقیق ما رو محکمه رو کنن، محکمه 5 سال قید بالای ما کشیده. اکثر مستنطقین که دوجه می آمدن یک بیشه که ما رو بیدار می کردن می گفتن بیاین برین در تحقیق، مستنطقین نامای خود بر ما نمی گرفتن و چراهایشان بله چرا ما می دیدیم می شناختیم، اما سه چهار نفر که از ما تحقیق می کردن مستنطق ما یک آدم بود تا آخر، کسی بدل نشد، من تا چهار نفر بودن. اکثر مستنطقین که یک بیشه می آمدن کوشش می کردن که با مردم طور رویه کنه که هیچ نوه افغانیت بودن مردم در نظر نمی گرفتن که یک افغان مستم یک افغان ایناستن. اونا کوشش میکردن فاش بتن، کوشش میکردن که نقاط ضعف مردم رو پیدا کنن، فشار بتن، اکثرا تهدید به این میکردن که ما فامیلای شما رو میاریم اینجا و اکثرا که در نیم شب شکنجه میکردن، لط میکردن، لط و کوب میکردن، علاوه به اون ما رو میگفتن که شما اگر خدای باشه بیا دی وادشه و شما را از گیر ما خلاص کنه، خدای نیست، ما هستیم، شما که جهاد میکنید جهاد در افغانیت نیست. طور تحقیقشان مکمل شکنجه بود، از اسلامیت، از انسانیت، از افغانیت، از سیستم مبارزه دور بود، اصلا منطقی وجود نداشت.
یک سره می گفتن بگو، اگر نمی گفتی چپه می کرد، سه نفر به سر شکم آدم بالا می شد، آن قدر فغان می کرد، آن قدر فغان انسان ها رو می کشتن در نیمای شب در وجه فریاد کنان که حتی لذت می بردن بر یک مقدار امی مستنطقین، شکنجه کردن مردم یک نوع لذت بود، از اینا لذت می بردن، ناخونا رو می کشتن، با صبح بین خود می گفتن که دیدی چی تو چیخ می زد، چی خوب چیخ می زد. افراد مظلوم بودن یک تعداد که اصلا از تنظیم و از عذاب خبر نبودید، نمی فهمیدن که اس پیس تنظیم چیز، اونا رو که می بردن شکنجه می کردن، مجبور میش ناخونش می کشید، یک چیز می گفت سر خود تومت می کرد، باز اینا لذت می بردن که نه یک نفر پیدا کردیم. در معبد بسیار کسایی بود که در اونجا اصلا ارتباط با تنظیم ها نداشتن، اما زمانی که در معبد آمدن اینا با تنظیم ها پیوستن، با مجاهدین پیوستن، آشنا شدن، دیگه بعد از او باز اینا داخل سیستم شدن، دیگه تماما همی شکنجه و همی نابرابری ها بود که مردم در برابر از یا مقاومت نشان داد و خود تاریخ ثابت ساخته که شکنجه کردن انسان ها رو به زور به یک جایی کشاندن هیچ امکان نداره و ممی خاطرم بود که سیستم کمونیستی بسیار ضعیف بود و شکست خورد. وینگ یک حلقه بزرگ از میله های بزرگ اینا ترتیب داده بودن داخل یک سالون و این ونگ اکثرا شبانه همین محبوسین در داخل ونگ قلف میکنن و از طرف روز ونگات آزاد بود و تقریبا یک متر از دیوارای اصلی در داخل دورتر بودن. دیگه این ونگا خود از نام ونگ پیداست، یک شکنجگا، میله های بسیار دول دول و داخل زندان. بر زمان ما که پل چرخی بودیم این موضوع پلگون و اداما کم کمتر شده بود، چون آخرای عمر رژیم کمونیستی بود، از این دوستایی که ادامی بودن همراه ما نبودن، همراه ما کسایی بودن که اونا قیدشان 20 سال 15 سال 10 سال برآمده بودن و خاطرات که همون دوستا قسم میکردن بر ما در داخل زندان از بعض دوستای خود که میگفتن که اینا وقتی که فهمیدن که ایر طرف پلگون میبرن وضو میکردن، نماز میخوادن، خداحافظی میکردن، اکثر همی بالا به پرخنده میرفتن طرف پلگون. بگم ما خود ما شخصا پلگون ندیدیم. همین بندی های نو که زمان از مکه به طرف پلچرخی می بردن موترای سرپوشیده بود، این موترای سرپوشیده از مکه انتقال می دادن از طرف روز بود معمولا، اینا رو می بردن در بلاک سه و بلاک سه اونجا هم که بودن یک تعداد بندی هایی که از قبل در وجود داشتن بازی ها می فهمیدن که امروز کی ها می اینجا، باز هر کسی بعد حساب در مجموع مجاهدین بود، فرق زیاد بین عذاب نبوده اونجا، تفکیکش بسیار مشکل بود که کی از کدام حزب است. همین که نو می رفتن یک تعداد مشکلات داشتن، مثلا پول نداشتن، غذا نداشتن، در اونجا چپرکت نداشتن، باز همین دوستایی که در داخل زندان بود اینا دفتن می آمدن و همین مشکلات زندانی که نو رفته بود اینا رو حل می کردن. باز اونا روحشان بسیار بالا بود، این زندان ها نو دلداری می دادن، می گفتن مشکل نیست، از من 20 سال شده، یکش می 15 سال قید دارم، مثلا یکش می 10 سال قید دارم، خدا مهربان تیر میکنه. وقتی که ما یار دیدیم که در 10 سال و 8 سال و 5 سال و که در اونجا سپری کردن با ات رویه، همونجا دوباره ما هم رویه گرفتیم، خوش شدیم که خیلی دوستای دیگه هم زیاد است. اونا بسیار مهربان بودن بالای هم تمام مبوسین و بر ما دفتن کتاب توزیع میکردن به صورت مخفی شب به شب، هر کس کتاب میخواند، حتی ما ورزش میکردیم بسیار خپ چپ که حکومت نفهم شب به شب که ما رو داخل انگا قید میکرد. یک استاد داشتیم ما پهلوان جلیل، اونا پهلوانی میکرد، همراهی بچه ها رسمی یاد میداد که این رقم پهلوانی کنه، تمام محبوسین ورزش میکرد، یک لحظه وقت خود ضایع نمیکرد، یک تعداد که اگر انگلیسی یاد داشتن دیگرها را انگلیسی یاد میدادن، یک مقدار که اگر فارسی یاد داشتن دیگرها را فارسی یاد میدادن، قرآن خوان شد مردم در مابست، ملا شد مردم در مابست، استاد سردار بود و درس میداد بچه ها را، استاد
فیروز که مشهور به معلم فیروز است، از برادرای پغمان بود، اینا استادا بودن. استادای تفسیر ما داشتیم، سید بشیر موسوی اونجا امرای ما تفسیر میخواندن. اینم تو استادای تکواندو بود، یک تعداد سید حسن آقا نام داشت، از مزار شریف بود، امرای بچه‌ها تکواندو کار میکرد داوطلبانه. یک فضای بسیار صمیمیت، یک فضای بسیار محبت، یک فضای بسیار برادری، یک فضای بسیار دلسوزی بود ما بست. واقعا از معبس مردم چیزای زیاد آموخت، فداکاری را آموخت، از خودگذری را آموخت، ایثار، صداقت، صبر. اکثرا معبوسین مردم بسیار صبور بودند و کلشان اعتماد به نفس داشتند. همه میگفتند خدا ما به خاطر خدا در دنیا هیچ چیزی میفتند، ما توقع از هیچ کس نداریم، اعمال ما، کار ما، زندانی شدن ما به خاطر خدا. و هیچ کس ناامید نبود با وجود که ما در عقب میله ها بودیم، اما میله ها از حرکت ما رو باز نداشت. همین دوستایی که بودن کوشش میکردن که اون برادرها را تا که بتانن برسن. و تو نمو زندانی ها هر کدامشان اگه بیسواد بود باسواد شد، اگه باسواد بود سوادشان اضافه تر شد. یک فضای بسیار خوب، یک درس بود در حقیقت بر ما همی زندان در مجموع. همونطور که مجاهدین مبارز بود در مقابل یک نظام کمونیستی مبارزه میکرد، در هر جایی که اینا میرفتن مبارزه خودت ادامه میدادن. سیستم کتابخانی در حقیقت یک نوع مبارزه مخفی بود که کتاب وارد اینا بسیار مخفیانه داخل زندان میکردن و در داخل زندان علنی توزیع نمیکردن. اینا دوستایی را که میشناختن کتاب بسیار به بهانه های مختلف از یک منزل در دیگه منزل میبردن و در اون منزل نفر مخصوص داشتن که نفر مخصوص کتاب به اون نفر مخصوص خودش بته. شبانه وقتی که میرفتن استراحت کردن، چپرکتا دو منزله بود، باز اکثر هم اطراف چپرکت پرده میگرفتن. همی که پرده گرفته بودن در عقب پرده مطالعه میکردن. باز هفته یک بار به نامهای مختلف اینا میشیشتن، همی بررسی میکردن که همی دوستاش چی برداشتایی کردن از کتابا، همی برداشتایشان یادداشت میکردن. اگر کمتر فهمشان بود کتاب مطابق سویشان میدادن، اگر فهمشان بیشتر بود کتاب دیگه بهتر و بالاتر برش میدادن. اکثر هم که یک سیستم مبارزه رو میفهمه که مجبور است هر کس بخونه و پیش بره و حرکت کنه. زمان که ما را دزگیر کردن، ما اکثرا مخفی کابل می آمدیم، مخفی می رفتیم. فامیلای ما چندان از محل بود و باش ما اطلاع نداشتن، صرف هم دوستایی که در محلقه ما بودن و می فهمیدن که ما شب کجاستیم، روز کجاستیم، کجا میریم، چی واده بریم، به خاطر چی کار بریم. حدود 3 ماه بود که من داخل زندان پایواز نداشتم. دوران که ما را دزگیر کردن دو تاقای تک و تاریک و کت قلفی بود. میگسته ما بعد از فامیل ما خبر شدن، ما داخل زندان خانه خودم برشان افشا نکردم. تا 3 ماه گفتم من خانه ندارم، کسی از ما نیست اینجا. به خاطر که اینا اکثرا فامیلا رو زیاد اذیت آزار میکرد نسبت به ما، ترجیح دادیم که نسبت به اینکه دیگر آره اینا اذیت کنه، فامیل اذیت کنه، پدری سفید ما رو اذیت کنه، خود ما رو گفتم بیشتر اذیت کنه خوبتر است. دیگه سر از اون 3 ماه بعد اینا فهمیدن که ما فامیل داریم، یک مقدار پدر نمری سفید ما رو زیاد اذیت آزار کردن. خانه ما رو پالیدن اما چیز فضل خدا پیدا نکردن. ثبوت چرف و موقع یکان چیزایی که پیش خود ما بود بیرون بود. بگه بعد از این که ما 3 ماه بعد فامیل خبر شد، اولین دوره لباسای ما رو از پشت دروازه بیرون می دادن که چند دروازه دیگه تا اتاق ما تلاشی می شد و می آمد همینجا. این که در اینجا می آمد هر 15 روز می لباس ما فامیل میار تیوز میشد. و در اینجا که اتاقای تنگ و تاریکی که ما بودیم مشکلات بسیار زیاد بود. حتی ما رو برفتن به تشنام ما میماندن. اکثرا دوستایی که تکلیف نداشتن مریض بودن، مجبور بودن که در مرقم داخل اتاقا یک رقم حل مشکل کنن. و اونجا پیالهشون پلاستیکی بود، روزانه یک گیلاس چای میداد. ساعت 6 بجه و 12 بجه یک کم برنج می آوردن و شب و روزانه 3 مرتبه به خاطر رفتن به بیرون
اجازه میدادن، حتی به تشناب رفتن وقت وضو وقت نماز اجازه نمیدادن. و داخل تشنابا هر بازا باز بود، پرده نازک بود، اگر زندانیا از 5 دقیقه تصافه تیر میکردن پرده رو بالا میکردن که زود بره برید اتاقایتان. اتاقا انقدر تنگ و تاریک بود که شب روز بر ما اصلا معلوم نمیشد کال شب است یا روز. چراغا روشن بود همیشه، میگه ما نمیفهمیدیم که شب است یا روز. اخبار، رادیو، تلویزیون دو زمان هیچ چیزی نبود. با زمان که پل چرخی رفتیم یک کمک که اونجا فضا آزادتر بود، هر 15 روز فامیلای ما می آمدن و یک جای بود مثلث بسیار کلان، داخل از او فامیلا می شدن، امرای ما ملاقات می کدن. امرای ما مادرم خدا بیامرز به این باره اذیت آزار چیز نمی گفتن، اما ما می فهمیدیم که در چندین بندر اینا رو تلاشی می کرد، دستایشان رو تاپه می کرد، امضا می کرد، لط می کرد. به بسیار مشکل فامیلا خود تا پیش ما می رسند که باش که امروز موبت پایوازی بچه ایم هست، بچه ایم هست یا برادر ما یا پدر ما ببینم. باز اونا می آمدن در مروی مسلس، هر کس کمپل خود آوار می کرد، امرای فامیل خود ملاقات می کرد، اما غذا یا لباس چیزی که دست طرف فامیل بر ما آورده بود امور تسلیم ما میکرد و چیزایی که ما دوباره تسلیمشان بکردیم، فرش بود یا کدام لباس، ایره میبردن دوباره خانه. یعنی هر 15 روز اونجا ملاقات ما میامدن، اذیت آزار میکنن زیاد، ملاقاتی ها کسایی که میامدن تا اونجا بسیار زیاد اذیت میشدن. اما چون که عزیزانشان داخل زندان بود از خود گذری میکردن، اما مشکلات نادیده میگرفتن. اکثرا از محبس تا نزدیک پل چرخی بسیار فاصله زیاد است، اینا پیاده می آمدن تا اونجا 5 دقیقه پیشان، 1 ساعت نیم ساعت، خانما طفلای خرد کلانا اینا پیاده می آمدن را داخل ما بست که در اونجا فامیلا اولادای خود ملاقات می کرد. افتخار دوران جهاد افتخار وحدت ملی افغانستان است. در اون دوران واقعا هر کس مجاهد بود، اگر از هزاره بود، اگر پشتون بود، اگر شمال بود، اگر جنوب بود، هیچ کس جز اعلای حکومت اسلامی، اعلای کلمت الله به هیچ چیز دیگه فکر نمیکرد. روزها شبها ما در مناطق مجاهدین که منزل میکردیم اکثرا پیاده میرفتیم، طرف پاکستان موتر نبود، 7 شبانه روز 8 شبانه روز همین مردم مسلمان افغانستان بود که ما رو پذیرایی میکردن. یک زمان بود که ما مثلا از شمال کابل از ولسوالیا حرکت میکردیم، میخواستیم پاکستان بریم، دو را بود، یک را به طرف کوی صافی بود که به طرف منطقه لغمان و بادبخ لغمان و تورغر مبرامد، یک رای دیگه هم رای پغمان و ترغندی و میدانشار و بالاخره لوگر، و از لوگر میرفتیم جاجی تا منطقه تریمنگل. ما در این مسیر به صدها به هزارو قریه روبرو می شدیم، فقط کنا می فهمیدن که مجاهد هستن، داوطلبانه به ما نان می دادن، آب می دادن، جا می دادن. او زمان مجاهدین مشکلات پولی زیاد داشت دیگه، انمی مردم بود که ما را اکمال می کردن بدون از ما پرسان می کردن کی هستی، از کجا هستی، فقط از ما پرسان می کرد کیستی، ما می فتیم مجاهد. با اینم یک کلمه مجاهد در 12 شب ما به یاد دارم در لوگر رفتیم به منطقه پرک بود، یک جای از راه تیر میشتیم، ساعت 12 شب زمستان بود، همونجا راه بند بود، پس برگشتیم در مسجد. این مردم فهمیدن که در این منطقه مجاهدین آمده. شبای خود در 12 شب فامیلای خود بیدار کردن، عزیزای خود بیدار کردن، بر ما چای دم کردن، آتش کردن به خاطر مجاهدین که مجاهدین در مسجدشان آمده خنک نخوره. واقعا در اون دوران تا جایی که من میبینم امی وحدت ملی تمثیل میشد، اما بدبختانه بعدا که رت آمدن به نام حزب و به نام شمال و جنوب و این چیزا تقسیم کردن، و اونمون تقسیمات بود که امی شهدای عزیز ما دمون آرمانایی که سر از اون جان خدا دادن نرسیدن. ما زمانی که ابتدا دزگیر شده ما یک مقدار اموجا امرای ما کسی در اول تماس نداشت، فقط استاد کردن کمپل دستر ما انداختن روی ما طرف دیوال بود. بعد از او هفت ماهی که ما رو در اتاق بردن
بعض وقتا دیگه نفرم به خاطر تحقیق که دزگیر میکردن میآوردن. و یک نفر از ما پیشتر بود، به مجرد که ما رو دید شوانه میبردن، تهدید میکردن، لط میکردن، شکنجه میکردن، یکان جای ما توان اوگار میشد، خون میشد. باز اون دوست ما لوگر بود، پشتون بود، احمد زیا بود نامش. باز همی وقت شب که ما رو میبردن از اتاق، یک تا صبح بیدار میمان، تا صبح تا که ما پس برمیگشتیم انتظار میکشید. بعد از اون از ما پرسان میکرد که لطت کرد کجای توگار شد، کل جای ما رو سعی میکردن. او جای ما که مثلا اوگار میشد یا زخمی میشد، اینا اونجا واسلین چیزی نداشتن، همراه دسمال خود پاک میکرد، عشق میریختن، حتی نوازش میکردن، اعتماد به نفس میگفتن و میگفتن که ما و شما مجاهد هستیم و ما و شما مرد هستیم، هیچ مشکل نیست، خداوند آسان میکنن. و در مابست یگانت خوشبختیش همی بود که ما اونجا به نام حزاب و به نام قوم هیچ چیز ندیدیم، کم و توم رابطه های ازبی بود، اما به او اندازه که ما رو بجنگانه، ما رو جدا کنه، ما رو از همون مسیر اصلی ما منحرف کنه، به او اندازه نبود. اگه دوستای زیاد از هر قوم، از هر قبیله، مثلا به تنظیم جمعیت، تنظیم حرکت اسلامی، از هر گوشه که بودن، اینا از یک قوم و طایفه نبودن. حدود 18 تا زندانی دمی منزله که ما بودیم بود، از تمام نقاط افغانستان، از هرات و بادغیز و فرا و لوگر و جوزجان گرفته تا مناطق مشرقی. و در وقتی که ما هر زندانی که نومی آمد، همی دوستایی که سابقه دار بودن، مثلا ما یک استاد پشتون داشتیم، یک استاد دیگه ما انگلیسی درس میده، داد خدا نام داشت، فعلا هم زنده است، همینجا موجود است، همراه ما انگلیسی کار میکرد، پنشیری بود، هیچ حرف نبود که ما پنشیری استم تو کابلی است. یک استاد دیگه بود قاری صاحب شریف نام داره، فعلا هم زنده است، از بدخشان بود. اونا با کمال حوصله مندی چی شب چی روز خدمت مجاهدین بودن، در خدمت دوستا بودن، خدمت میکردن، درس میدادن. حتی من به یاد دارم استاد داد خدا رو، من باز وقت از خواب بیدار میکرد، میفتیم استاد داد خدا، این جمله رو نفهمیدم چطور، بازی چشمای خود میمالید بر ما، جواب ما رو میداد بیدون کنم پشانی ترشی و بیدون کنم چی. یک فضای زندان، یک فضای کوچک بود، اما فضای بسیار فعال، اکتیف، یک فضای بود که واقعا هر کس فکر بد آینده میکرد، هیچ کس ناامید نبود و بسیار یک وحدت ملی هم حفظ بود. این نظام مردم نمیخواست، این استبداد را که داشت مردم به ستو آمده بود، خسته شده بود. و اونا فهمیده بودند که مردم اگر هر قدر کشته شدن، هر قدر بندی شدن، هر قدر شکنجه شدن، اینا از اعتقاد خود بر نگشتن. و می اعتقاد راسخ مردم افغانستان بود که به خاطر سرنگونی نظام، اینمی رژیم کمونیستی را مردم اصلا به می نتیجه رسیده بود که در افغانستان کارآمد نیست و مردم از پول خود، از جان خود، از مال خود تیر شده بود به خاطر که اینمی نظام سرنگون شد. و آخر کمونیست ها فهمیدن بعد از یک تجربه 14 ساله فهمیدن که دیگه با این مردم مقابله هم نمیتنیم، حکومت هم بالاشان نمیتنیم. و ترسشان هم اینمی بود که ما بالاخره سرنگون میشیم، به خاطر که اینا یک مشت اقلیت بودن، 99% افغانستان اصلا مجاهد بود، اینا رو نمیخواستن و یک تعداد کم طرفدار که داشتن همی باعث شد که اینا سقوط کنن. حدودا 3.5 سال از زندان تیر که آخرای حکومت نجیب بود، الحمدلله افغانستان مجاهدین در آخرین مرحله فتح کردنش بودن و دروازه شهر رسیدن. و در امو زمان که نظام کمونیستی سقوط کرد، یک روز پیش از سقوط از او، بالاخره ما هم دروازه زندان پراندیم، یک دو نفر مجاهد هم شهید شد زندانیا، در بازار رو باز کردیم و برآمدیم که یک شبات رژیم کمونیست سقوط کرد و ما همراه مجاهدین دوباره ملحق شد. خاطرات شیرین ما
از کسان بود که اونا در زندان مبارزه میکردن، کتاب میدادن برای مردم، مردم تشویق میکردن در ورزش. و زندان اصلا مسئله سیگریت و چرس و مواد مخدر خو نبود، همین چیزا ابتدایی هم اصلا نبود. اگه می بود دوستان نمیمادن کسا که سیگریت بزنن، این مواد رو بیارن. کوشش میکردن که مردم با ورزش و با مطالعه و درس خواندن و این چیزا رو بیارن. این خاطرات شیرین زندان بود که ما یک چیزای آموختیم. خاطرات بعدش همین بود که همین فامیلای ما زیاد همراه ما